حامد شیبانی راد پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه از پاریس با ما هستند. خوش اومدید. به نظر شما دلیل این برخورد خشن نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمعات اعتراضی دیروز و بازداشت بعضی از معلمان معترض چیه؟ دلیلش ماهیت جمهوری اسلامی است به همین سادگی. اگر جمهوری اسلامی سرکوب نکنه باید تعجب بکنیم. به هر حال هر حکومت دیکتاتوری مثل همه حکومت دیکتاتوری دیگه تا یه مدتی سعی میکنه با فریب، با وعده های دروغین و توخالی دادن مردم رو بهش رو راضی نگه داره، ولی از زمانی که دیگه جوابگو نیست و حقیقت مشخص میشه و فریب جواب نمیده، خب قطعا تنها راهی برایشون دست به خشونت. ما اینو کاملا میتونستیم پیش بینی بکنیم از انتخابات مجلس گذشته، از اونجایی که حکومت تصمیم گرفت که ظاهر و باطنش رو یکی بکنه. اگر تا قبل ظاهر باطنی خشن داشت و ظاهری گاهی فریبنده میخواست داشته باشه، کسانی با لبخند با خوب انگلیسی صحبت کردن فریب بدن که به هر حال گروهی هستن که این وسط میانه رو هستند، از انتخابات مجلس ما دیدیم که جمهوری اسلامی تصمیم قاطع گرفته که سرکوب بکنه و سرکوب بکنه و سرکوب بکنه. هم مجلس دیدیم و هم انتخابات ریاست جمهوری و الان خب نتیجهش رو میبینیم دیگه. کوچکترین اعتراضاتی با سرکوب شدید مواجه میشه. چرا؟ چون که ماهیت جمهوری اسلامی است و با بحران و با سرکوب ارتزاق میکنه و زندگی میکنه. آقای شیبانی راد، به نظرتون دولت رئیسی یا نهادهای حکومتی توان پاسخ دادن به مطالبات معیشتی و اقتصادی معلمان رو داره؟ ببینید، دو تا موضوع هست. یکی اراده این داستان، یکی هم توان. این که اصلا اراده وجود نداره برای اینکه پاسخگو باشن به قشرهای مختلف جامعه که فکر کنم بر همه واضح هست. حالا به حال بحثش خارج از این سوال شماست، بگذاریم برای وقت دیگه. اما یه توانش داره قطعا نه دولت رئیسی، نه دولت روحانی و نه هیچ دولت دیگه در جمهوری اسلامی توان رو نداره برای اینکه این مملکت رو آدم بتونه سامان بده، احتیاج به سیاست‌های درازمدت شایسته سالاری داره. مریتوکراسی باید برقرار باشه در حکومتی که از سرانش تا پایینش کسانی هستن که با رانت و رانتخاری و فامیل بازی و اولیگارشی بر سر قدرت رسیدن و تخصصی ندارن. قطعا نمیشه انتظار داشت که مملکت رو اداره کرد. و البته گفتن که موضوع اصلی این که اصلا اراده‌ای وجود نداره برای این اتفاق، در اینکه توانش هم وجود داره. به هر حال جمهوری اسلامی اولویت‌های دیگری داره. فراموش نکنیم که حکومتی ایدئولوژیک هستش، یک فرقه هستش و اولویت‌های بیشتری داره از وضع معیشتی مردم که اونها رو با اون اندک بضاعتی که داره سعی می‌کنه به اونها پاسخگو بده باشه به نفع مردم. جواب مردم اگر خواستار حقشون هستن سرکوب خواهد بود و گلوله. بله. آقای شیبانی راد، ما دیروز دوباره شاهد اعتراض معلمان بودیم در 10 شهر ایران به گفته خود انجمن صنفی فرهنگیان در 60 شهر کشور. به نظرتون ادامه این وضعیت نشان دهنده چه چیزی است در جامعه فرهنگیان ایران؟ ببینید، جامعه فرهنگیان یک مثال هستش. ما فقط این اعتراضات رو در جامعه فرهنگیان نمی‌بینیم. چند روز پیش اصلا سمبولیک بود این اتفاق. چند روز پیش ما دیدیم که کارمندان وزارت قوه قضاییه رفتن و شکایت داشتن از وضعیتشون درباره مجلس تجمع کردن. اگر ما راجع به اداره و صنف و کارگری صحبت کنیم، یه بحث کسانی که در قوه قضاییه که به حال پایه استمرار جمهوری اسلامی است، همون جایی است که احکام سنگی رو برای معلمان صادر میکنن، اعتراض کردیم. یعنی این بحرانی که وجود داره صرفاً به قشر فرهنگ معلمان وابسته نیست. این بحرانی است در سراسر کشور، در همه اقشار، و تنها پاسخش هم پاسخ سیاسی است. همچون ما در شعارهای معلمان هم دیدیم، شعارها علاوه بر اینکه به هر حال مطالباتی بود، افزایش حقوق بود، از این وضعیت زندگی بود، مطالبات سیاسی بود، آزاد کردن زندانیای سیاسی بودش، معلمانی که زندانی شدن به دلیل معلم بودن و شکایت کردنش، در واقع مطالبات سیاسی است. و این بر تمام اقشار جامعه حاکم هستش و دیده میشه و حتی گفتم نزدیکان به خود حکومت که تصور نمی‌کردیم ما یک روز شاهدش باشیم. و نشون دهنده اینه که ما به اون روز موعودی که به هر حال این اعتراضات تبدیل به یک اعتصابات سراسری بشه و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد بود، نزدیک و نزدیکتر میشه. متشکرم از شما آقای شیبانی راد. حامد شیبانی راد پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه.